قصه غمگنانه مرگ کیومرث پور احمد، اون هم به چنین شکلی انقدر دلخراش و اصطلاحاً جگرسوزان، در این مملکت قصه ایست پرتکرار. دیگه هم اسمش رو نمیشه به قول معروف تراژدی گذاشت، چون تراژدی قاعدتاً یک بار اتفاق میفته. چیزی که تکثر پیدا میکنه دیگه تراژدی نیست، دیگه فاجعه است. زمانی که خبر مرگ کیومرث پور احمد رو شنیدم، اولین چیزی که توی سرم زنگ زد یک کتاب بود به نام جامعه شناسی نخبه کشی. یادمه تو دهه 70 فکر کنم نشر نی منتشر کرده بود، علیرضا قلی نویسندش بود، جامعه شناسی نخبه کشی، و لیستی ارائه داده بود از کلونی از نخبگان ایرانی که به طرق مختلف یا از جامعه خودشون رانده شدن یا توسط سیستم های گوناگون حکومتی و قدرت به گوشه‌ای پرت شدن، منزوی شدن، یا کشته شدن، یا کلک خودشونو کندن. خودشون مرگ اصطلاحاً، اصطلاحی که این روزها بیشتر هم به کار میره، مرگ خودخواسته انتخاب کردن. این خودخواسته بودن این مرگ در واقع هر شکلی باشه نشانه های جالبی توش نیست، اینکه یک فردی به ناچار مرگ رو انتخاب کرده. حالا گرچه واجد خیلی ها ممکنه واجد شجاعت بدونن این کار رو، یا در واقع واجد امر اختیار بدونن مثلا این کار رو، ولی در نتیجه فرقی نداره، یک نخبه نیست شده. شاید این ما نیست شدگی نخبگان رو در تاریخ معاصرمون جز اولین نمونه ها اگر بخوایم مثال بزنیم، میتونیم صادق هدایت رو مثال بزنیم که او هم برای خودش چنین تصمیمی گرفت. اما سوال اینه که چرا؟ از یه منظر دیگه هم اگر به این مطلب نگاه کنیم، میبینیم که همین در واقع کریدیت دادن، امتیاز دادن به انسانی که به آخر خط رسیده و کلک خودش رو کنده، همین هم واجد یک واقعیت تکان دهنده تره. حتی به این خاطر که تمامی آن کسانی که تقدیر میکنند از اقدام به مرگ خودخواسته اون نخبه، همه اونها در واقع حسرت اون مرگ رو در پس ذهنشون به دنبال دارن، به این خاطر اون رو شجاع میدونن و این واقعیت تکان دهنده تریه. مسعود فرزاد شاعری بود که در شعری به نام چراغ هدایت در وصف مرگ انتخابی صادق هدایت یک بیتی داره، خطاب به هدایت، میگه تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا، ما سنگ و کلوخیم ته جوی بماندیم. ببینید چقدر این بیت تکان دهنده است. مسعود فرزاد داره صادق هدایت رو از صادق هدایت در واقع تجلیل میکنه و پس ذهنش یک حسرتی است که ای کاش من هم میتوانستم چنین انتخابی بکنم، حالا جرأتش رو ندارم، خودم رو خلاص بکنم. در واقع اون تقدیر کننده هم به آخر خط رسیده. هوشنگ گلمکانی، یکی از سردبیران مجله فیلم، هم روی کردی مشابه با همین رو در وصف مرگ کیومرث پور احمد داره. در اون نامه یادداشتی که نوشته و صحبتش از آخرین صحبت‌های در واقع آخرین همکلامی‌هاش با کیومرث پور احمد هست، در خط آخر اون نامه چیزی شبیه همین داره. میگه می‌خواستم به کیومرث پور احمد زنگ بزنم و باهاش در باب یک فیلم، در باب معنای زندگی به نام زیستن صحبت بکنم، یک فیلم انگلیسی، و در باب بحران میانسالی هم با هم حرف بزنیم. میخواستم به کیومرث پور احمد بگم که دوست دارم یه شب بخوابم و صبح بیدار نشم دیگه، اما کیومرث پور احمد خیلی پر دل و جرأت تر از من بود. ببینید چقدر این جمله تکان دهنده است. یعنی در واقع هوشنگ گلمکانی هم ته ذهنش همون فرجام کیومرث پور احمد رو میخواد، ولی به قول خودش کم جرأته و نمیتونه بهش برسه، ولی اون انتخاب کیومرث پور احمد به نظرش شجاعته. چه میشود، چه در این مملکت اتفاق افتاده است و میافتد که خودکشی کننده در واقع فردی حامل شجاعت بیان میشه؟ اون تقدیر کننده در خودش در چه فضای نومید کننده زندگی میکنه که
اون دیگری رو که از این جهنم فرار کرده رو تقدیس میکنن. گفتم این تکان دهنده بودن این داستان رو 100 برابر شدت میده. دلایل چنین روی کردی، یعنی همین شیفتگی به مرگ، به مرگ خود خواسته، هم چندان از هیچ کدوم اون پنهان نیست. چه دل و جرأت داشته باشیم این دلایل رو بتونیم بگیم چه نتونیم بگیم، همه داریم در این شرایط زندگی میکنیم و در واقع گفتنش شاید بیشتر چسناله باشه. چه کسی است که ندونه در چه شرایط اسفباری، چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ اقتصادی، داریم نفس میکشیم؟ گروهی از ما شاید اینطور بگن که ای کاش عناصری باشن که بتونن امید انگیز باشن، بتونن یک فردی که میخواد این انتخاب دهشتناک رو انجام بده رو به سوی زندگی دوباره فرا بخوانن و این چیزا. خیلی خوبه، منتها خود این سخت‌ترین کار ممکنه، به این خاطر که کسی که میخواد یک آدم به سطوح رسیده، به آخر خط رسیده رو به زندگی دعوت بکنه، به امید دعوت بکنه، خودش از امید خالیه. مثال عمومی اجتماعیش یک برنامه بود به نام خندوانه که در میانه تراکمی از بحرانهای اجتماعی، بحرانهای اقتصادی در تلویزیون پخش میشد و به این خاطر مبتذل و احمقانه بود، به شدت مبتذل و احمقانه بود، یعنی به هیچ شکلی نمیشد این برنامه رو هضم کرد در اون دوره. و انسانی هم که بخواد از امید صحبت بکنه، شوربختانه شوربختانه شوربختانه، چون خودش به اون امید باور نداره، نمیتونه اون تأثیر رو روی مخاطب بسطور رسیده بیاره. و این قسمت آخرش دوباره بر تکان دهنده تر بودن و از سهر میذاره. القصه این که سال 84 بود، من آهنگی رکورد کردم به نام کافه گودو و زمانی که داشتم ترانه کافه گودو رو مینوشتم، به شدت تحت تأثیر کتاب کودکی ناتمام کیومرث پور احمد بودم، تا حدی که در بخشی از ترانه کافه گودو نام این کتاب رو هم آوردم. این آخر کار، آخر این فایل ولاگ، میخوام اون تیکه از آهنگ کافه گودو رو بذارم و اینطوری بحث رو تموم بکنم که کیومرث پور احمد و کیومرث پور احمد ها و خیلی از نخبگان این مملکت و حتی در واقع فراتر از نخبگان، هر انسانی، خیلی از انسان ها در واقع میشه گفت در دل جامعه ایران، هم کودکی ناتمام داشتند، هم نوجوانی ناتمام داشتند، جوانی ناتمام داشتند و حتی سالخوردگی ناتمام. اون تعریفی که از سالخوردگی در جوامع غربی هست، طرف بازنشست میشه، مشغوله نمیدونم زندگی در میان طبیعت هست و در مزرعه زندگی میکنه، لذت میبره از زندگیش. تمام تصاویری که ما در دل فیلم ها دیدیم، خب مسلماً برای یک انسان جهان سومی شرقی مقیم در ایران خیلی دور از دسترس. به امید روزی که هر انسان ایرانی بتونه تمام دوره های زندگیش رو به صورت ناب و با تمام وجودش بششه، درک کنه، لذت ببره و امان از تمام ناتمام ها، ناتمام ها، ناتمام ها، ناتمام های تلمبار شده روی هم. دم همه دوستان گرم. شبیه فال برق با دو شیش تنهایی، کنار دود غلیظ هشیش تنهایی، به سوی جاده ی بیت هشیش عطریگس، سوار بر اتوبوس زنی به نام حبس.
زنگ بزن لحظه های پوشالی، دوباره ساعت سیال سالوادور دالی، دوباره زنگ بزن خاطرات بی برگشت، به عکس کودکی من پلاج ساحل رشت، به عکس گریه شرم بلوط زیر پتو و سوز نغمه Still Loving You، به عکس رفتن و رفتن قطار بی مقصد شبیه کودکی ناتمام پور احمد. به شعر آنچه مرا پشت حرف ها گم شد، به فعل آن که مرا پای صرف ها گم شد، کنار پرس زدن های هیچ تاریکه، هوا به وقت گیریم بیچ تاریکه، کنار پرس زدن های هیچ تاریکه، هوا به وقت گیریم بیچ تاریکه. در را ببند آنقدر زندگی کن تا